آقای بروجردی، سفر آقای گروسی به تهران پیش از برگزاری مذاکرات احیا انجام شده و پیش از برگزاری شورای نشست شورای حکام، فکر میکنید که چه دستاوردی داشته باشه این سفر؟ عرض کنم من خیلی فکر میکنم دستاورد زیادی خواهد داشت. به هر حال ایشون با آقای رئیسی که ملاقات نمی کنن، احتمالاً چانه زنیشون در رابطه با مسئله دوربین ها حق ناظران آژانس برای دسترسی است. می دونیم که قبل از رفتنشون هم ایشون معذرت خواهی کردن، یا اونجور که ایران خواسته بود محکوم کردن راجع به حمله به تاسیسات اتمی ایران رو، اما در عوض توضیح قانع کننده هنوز راجع به فعالیت های ایران انجام داده و به آژانس خبر نداده نگرفتن. احتمالاً ایران میتونه یک تضمین های کوچکی بهشون بده که مسئله به شورای حکام نره، ولی توافق جدی تری که آقای گروسی دنبالش هست رو فکر نمی کنم بهش دست پیدا بکنه. آقای بروجردی، علی باقری کنی در بخش از صحبت های خودش میگه که ایران فعالیت های هسته ای رو ادامه میده و این یک واقعیت جدیده که آمریکا باید باش کنار بیاد. رد پای ابراهیم رئیسی تا حدودی در این اظهارات مشهوده. آیا شما موافقید و در مجموع سیاست هسته ای ابراهیم رئیسی رو چطور تبیین میکنید؟ بله، عرض کنم که من فکر میکنم بعد از 100 روز آقای رئیسی قرار نیست که موضع خودشون رو عوض بکنه. ببین، به نظر من میاد که طرف ایرانی با چندین فاکتور رو در نظر داره که فکر میکنه با دست باز و دست پر داره به این مذاکرات میاد. حداقل 7 فاکتور رو من میتونم نام ببرم. یکی اینکه معتقدن اختلافات امریکا با روسیه و چین در موضوعات مختلف به نفع ایران تمام میشه. دوم اینکه معتقدن عدم علاقه امریکا به درگیری نظامی بعد از خروج امریکا از افغانستان باز هم اوضاع منطقه رو به نفع ایران کرده. سوم اینکه بالا رفتن قیمت نفت وضعیت اقتصادی ایران رو در موقعیت بهتری قرار داده. چهارم این که این خواست امریکا مبنی بر این که ما یک توافق قویتر طولانیتری رو با ایران داشته باشیم دیگه به نظر میاد الان نگاه واقع بینانه ای در این شرایط نیست. پنجم، دولت آقای رئیسی تصمیم گرفته که برن به سوی ادغام ایران در اقتصاد بازارهای شرقی و آسیای میانه به جای نگاه با غرب. ضمن نگاه میکنن به عامل بعدی که علاقه کشورهای مانند عربستان و امارات هست برای مذاکره کردن اونها به خاطر نگرانی از توان نظامی ایران، و بالاخره این که فکر میکنن که چیز زیادی دیگر نمونده که امریکا بخواد تحریمش بکنه. بنابراین فکر میکنن با یک موضع حد اکثری به این مذاکرات وارد میشن تا بتونن تا اونجا که میتونن امتیازات لازم رو از طرف غربی خودشون کسب کنن. خیلی متشکرم از شما مهرزاد بروجردی.